خب مرسی از حضور دوستان عزیز. قرار شد که امروز اولین لایومون رو با عنوان نکته روی کامنت شروع بکنیم و امیدوارم که این لایو ها حالا با ایده ای که در ذهنم شکل گرفته بتونه خوب پیش بره و دائمی باشه با حضور و همراهی شما. البته در ابتدا هم این رو حضورتون بگم که این لایو ها سیو نمیشه، ولی فایل این لایو ها در وبسایت هم بارگذاری خواهد شد به همین عنوان. و خب از اونجایی که به یک سری از سوال ها جواب داده میشه، خب شاید برای بعضی از دوستان در زمانهای بعد آینده که بخوان لایو رو تماشا بکنن فایل ذخیره شدهش رو مفید باشه. خب پست اخیرمون راجع به شیر پاستوریزه بود. در خصوص شیر پاستوریزه صحبت کردیم که شیر پاستوریزه‌ای که بعضن ما خریداریش میکنیم عمر ماندگاری کوتاهی داره، از نظر استاندارد هم همینطوره، عمر ماندگاری کوتاهی براش تعریف شده، توی یخچال نگهش میداریم و درش هم بسته است. بعد از گذشت تاریخ انقضاش میریم سراغش، میبینیم که این هیچ آثار بریدگی درش نیست، هیچ ترش شدگی درش اتفاق نیفتاده و مشکوک میشیم بهش، میگیم که خب نکنه چیزی بهش اضافه کردن، آیا این شیر قابل مصرف هست یا نه. گفتیم که دلیلش چیه؟ دلیلش به سادگی این بود که کیفیت اولیه یه شیر خامش خیلی مناسب بوده و دلیل دوم و خیلی مهمش هم اینه که بعد از پاستوریزه شدنش تا زمان مصرفش این در شرایط سرد خیلی خوبی نگه داشته شده. یعنی به اصطلاح ما میگیم که زنجیره حفظش، یعنی در سرما حفظ شده، در دمای سرد خوبی نگهداری شده. خب اینها دلیلش هست. اما خب در زیر همین پست هم شما میتونید ملاحظه بکنید که کامنت های خیلی زیادی داشتیم. باز یه سری از دوستان لطف داشتن به ما در خصوص این که میگفتن من خیلی خوشبین هستم یا دفاع میکنم از صنعت لبنیات کشورمون، که البته خب ما منکر تقلبات نیستیم، تقلبات همه جا وجود داره، میتونن چیزهایی به شیر اضافه بکنن، ما منکرش به هیچ وجه نیستیم. ولی وقتی ما صحبت از محصولات کارخونجات معتبر میکنیم، میدونیم که توی هر مرحله از تولید این محصولات نظارت‌های قانونی وجود داره. اینکه بعضی از دوستان مثلا میگن که ما یه سابقه ای توی این قسمت به فرض دامپروری داشتیم، توی کارخونجات مثلا یه سابقه کاری داشتیم، این چیزا رو دیدیم، خب ما داریم میگم، بازم تاکید میکنم صحبت از کارخونجات معتبر میکنیم. این که به فرض دوستان بعضی چیزها رو دیدن یا از بعضی شنیده هاشون یک برداشت های غیر علمی و غیر صحیحی رو انجام میدن توی ذهنشون و بعد این رو به شکل توصیه میان به خب دوستان دیگه میگن، این شاید کار درست و صحیحی نیست. و وقتی هم که ریشه یابی میشه علتش، خب به یه چیزایی میرسیم که میبینیم که منطقا اون حرف صحیح نیست. مثلا یکی از دوستانمون، اصلا بذارید من از اینجا شروع بکنم که چرا شیر پاستوریزه میبره و چرا ترش میشه و چرا مدت زمان نگهداریش کوتاهه. ببینید، مادامی که شیر دوشیده نشده هیچ میکروبی نداره اصطلاحاً، ولی وقتی که این دوشش شیر صورت میگیره به طور غیر قابل انکاری در معرض آلودگی های محیطی قرار میگیره و این آلودگی های محیطی هم میتونه میکروب های بیماریزا باشه و هم میتونه میکروب هایی باشه که بیماریزا نیستن و عموماً هم باکتری هایی هستن از خانواده باکتری های لاکتیکی. خب این میکروب ها توی شیر وجود دارن، بسته به این که در زمان دوششش، در زمان هندلینگ اون شیر چقدر بار میکروبی وارد شده باشه، این میشه کیفیت میکروبی شیر خام اولیه‌مون، که هم بیماریزه ها میتونن وجود داشته باشن توش و هم غیر بیماریزه ها. خب حالا در فرآیند پاستوریزاسیون تمام میکروب های بیماریزای این شیر کشته میشن و چه بسا یه قسمتی هم از میکروب‌های غیر بیماریزاش کشته میشن، اونایی که مقاومت حرارتیشون کمتر بوده و در طی این فرآیند حرارتی کشته شدن. اما همه‌شون که نمی‌میرن، هستن، خصوصا جمعیت باکتری‌های لاکتیکی خیلی زیاده و این باکتری‌های لاکتیکی توی دمای محیط خیلی خوب رشد می‌کنن، خیلی خوب فعالیت می‌کنن. شیرم که خب
مواد مغذی کافی داره، دما هم که مناسب باشه. پس شروع میکنن به فعالیت و تکثیر، تعدادشون زیاد میشه. باکتری های لاکتیکی قابلیت تولید اسید لاکتیک دارن، از قند لاکتوز شیر استفاده میکنن، اسید لاکتیک تولید میکنن و زمانی که این اسید لاکتیک به حد مشخصی در شیر میرسه، این شیر میبره چون اسیدی میشه، به همین سادگی. حالا اگر اون شیر خام اولیه ما کیفیت میکروبی خیلی خوبی داشته باشه، نه تنها باکتری های بیماریزاش کشته شدن که کشته شدن در پاستوریزاسیون و باید این اتفاق بیفته، باکتری های لاکتیکی توش هم کمه، یعنی اونقدر زیاد نیست باکتری های لاکتیکیش. پس اگر من زنجیره سرماش رو هم درست حفظ کرده باشم، نه تنها باکتری بیماریزایی که وجود نداره، اون اصلا تکلیفش مشخص، این باکتری های لاکتیکی هم اگر به فرض فرصت رشدی پیدا بکنن، جمعیتشون اصلا اونقدی نمیرسه که بخواد شیر رو ترش بکنه. حتی بعد از چند روز نگهداری، بعد از تاریخ تولید، بعد از انقضاش، اینه که این اتفاق میافته. اما اگر کیفیت میکروبی شیر خام اولیه‌مون خوب نبوده باشه، این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم این که زنجیره نگهداری در سرماش خوب حفظ نشده باشه. مثلا میریم میبینیم که اصلا در شرایط مناسبی از کارخونه به سوپرمارکت حمل نشده، یا نه این قسمتش درست صورت گرفته، توی سوپرمارکت در شرایط مناسبه یا یخچال مناسبی نگه داشته نشده. خب همه اینها باعث میشه که اون زنجیره سرماش به درستی صورت نگرفته باشه و باکتری های لاکتیکی اجازه فعالیت پیدا میکنن، تعدادشون زیاد میشه، اسید لاکتیک تولید میکنن و اون وقت ما میبینیم که شاید این شیر پاستوریزه حتی زودتر از تموم شدن زمان انقضاش بریده و ترش شده. پس اینم تکلیفش اینه، علتش اینه. پس نباید بگیم که، چون دوستانی داشتیم که توی قسمت کامنت ها نوشته بودن که شما خیلی خوشبینین، ما حتی شیر پاستوریزه رو که میگیریم، ما رو همین کارخونه جات رو، زودتر از تاریخ انقضاش این فاسد میشه، ترش شده، بریده. خب علتش رو الان متوجه شدیم دلیلش چیه. یا دیرتر یکی دیگه نوشته بود که چیزی بهش اضافه میکنن، چطور ممکنه که این انقدر دووم بیاره؟ باز یکی دیگه از دوستانمون نوشته بودن که ما شیر گرفتیم، شیر همین کارخونه ای، درش هم باز کردیم، ولی حتی بعد از یک ماه هم این هیچ تغییری درش اتفاق نیافتاده. اولا اینکه آیا اون شیر پاستوریزه بوده یا شیر دیگه ای بوده؟ دوما اینکه اصلا شما برای چی اون شیر رو یک ماه توی یخچال نگه داشتید؟ آیا میخواستید مثلا یه آزمایش خاصی روش انجام بدین، یه ارزیابی خاصی روش انجام بدین؟ حتی اگر اون شیر هم سالم مونده باشه، شما نباید دیگه اونو مصرف بکنید. شیری که دربش باز میشه بیشتر از دو سه روز نباید توی شرایط یخچالی نگه داشته بشه. این رو یادمون باشه. پس همه چی رو نندازیم گردنه اینکه ما خوشبینیم، ما اشتباه میگیم، ما داریم دفاع میکنیم. اینجا واقعیت ها گفته میشه، واقعیت های علمی گفته میشه. بازم تاکید میکنم، ما منکر تقلبات نیستیم و تقلبات میتونه وجود داشته باشه. یکی دیگه از دوستان پرسیده بود که اگه شیر ببره و مصرفش بکنیم باعث بیماری میشه؟ ببینید، بیماری از کجا میاد؟ از میکروب بیماریزا میاد. خب یعنی اگر توی شیر بریده میکروب بیماریزایی وجود داشته باشه، بله مسلما من با خوردنش در معرض خطر بیماری قرار میگیرم. حالا این بیماری میتونه بسته به اون میکروب بیماریزا متفاوت باشه. خب اما اگر شیر درست پاستوریزه شده باشه و صرفاً ترش شدن این شیر پاستوریزه به دلیل فعالیت باکتری های لاکتیکی باشه، خوردن این شیر بریده هم هیچ اتفاقی برای من به وجود نمیاره. صرفاً یه چیزیه که شیریه که ترش شده دیگه، مگه ماست به نوعی شیر ترش شده نیست، اسید لاکتیک داره، حالا اون یه پروسه خاصی برای تولیدش داره، این هم شیریه که ترش شده. ولی توصیه میشه که همچین شیری رو نخورید، بریزید دور. حالا چرا همچین توصیه میشه؟ برای اینکه من که نمیدونم 100% یک احتمال خیلی کوچیکی میدم که شاید پاستوریزاسیون این هم درست صورت نگرفته باشه و
اون احتمال خیلی ناچیزی که بابت آلودگی ثانویه این شیر میدم یا بابت عدم صحت فرایند پاستوریزاسیونش میدم، این شیر ترش رو میریزم دور و استفادهش نمی کنم. خب پس اینم تکلیفش مشخص شد. پس بهتر که همچین شیری رو استفاده نکنیم. بعد یکی دیگه از دوستان نوشته بود که باز شما چقدر نگاهتون ساده انگارانه است، من اینجا نوشتم که از روی اینها بهتون بگم. نوشته بودن که من سابقه طولانی در صنعت دامپروری داشتم و شما خیلی نگاهتون ساده انگارانه است، به ازای هر تن شیر انقدر وایتکس بهش اضافه میکنن و بعد شیر رو پاستوریزه میکنن. ببینید، اگر دوست دارید بدونید فلسفه اضافه کردن وایتکس به شیر چی هست، حتما اپیزود مربوط به وایتکس در شیر رو در پادکست لبنیات و غذا بشنوید. خیلی اپیزود جالبیه. بهتون قول میدم که اگر این اپیزود رو بشنوید، اگر فردی باشید که با جملات علمی دوست باشید، متقاعد میشید که آیا در صنعت شیر کارخونجات معتبر لبنی به شیرهاشون وایتکس اضافه میکنن یا نه. محتمله، محتمل هست، اما کجاها؟ در شیر بعضی از، نمیخوام بگم حالا محلی، چون همه محلی ها رو هم نمیشه محکوم کرد، ولی اونجا محتمل تره. یا در شیر کارخونجاتی که شاید بزرگ نیستن، حالا به دلایلی میتونن همچین تقلبی رو انجام بدن، اما کارخونجات معتبر لبنی هیچ وقت همچین کاری رو نمی کنن. چرا همچین کاری رو نمی کنن؟ چون همچین شیری دیگه هیچ ارزش تکنولوژیکی نداره. با همچین شیری دیگه نمیتونن هیچ فراورده لبنی خوبی بزنن. شاید به شکل شیر پاستوریزه اینو رد بکنن بره، ولی یه کارخونه یه معتبر فقط دریافت شیر اولیش اونقدری نیست که فقط بخواد شیر پاستوریزه باش بزنه، که دریافت شیرش یک جایه، با همون شیر همه محصولاتش رو داره منیج میکنه. هیچ وقت هم نمیاد همچین شیری رو بگیره و اعتبار خودش رو زیر سوال ببره به خاطر یک شیر پاستوریزه ناچیزی که تاریخ انقضاش هم 2 روزه، 3 روزه یا حد اکثر 4 روز میخواد تاریخ انقضا روش بزنه. ولی همچین چیزی میتونه توی کارخونه جات، حالا نمیخوام باز حرفی زده باشم اینجاها، کسی رو محکوم نمی کنیم اینجا، محتمل تره. به این کلمات خوب دقت بکنیم که داریم در مورد احتمالات صحبت میکنیم و در مورد تقلبات صحبت میکنیم. اینم از این. البته یکی از دوستان هم توصیه کرده بودن که حتما شیر محلی بگیرید استفاده بکنید، مبادا از برندهای معتبر، از نامعتبرها بگیرید باز خطرش کمتره. میگم توصیه ها خیلی جالبه، توی قسمت کامنت ها میتونید بخونید، ولی اگر که اعتمادی وجود داشته باشه که متاسفانه وجود نداره، دیده میشه که در مورد صنعت لبنیاتمون اینطور نیست، کمی سعی بکنیم که به حرف متخصصین اعتماد داشته باشیم و حرفای علمی و درست رو قبول بکنیم، نه صحبتهایی که از بقیه میشنویم. و یه نکته دیگرم بگم اینجا، ببینید انقدر نگهداری در دمای خنک و سرد یخچالی مهمه برای شیر پاستوریزه که حتی تغییر چند درجه حرارت، مثلا تغییر شاید 2-3 درجه حرارت بیشتر از اون دمای مناسبش باشه، عمر نگهداری شیر پاستوریزه رو حتی میتونه به نصف تقلیل بده. حالا شما فکر کنید به جای اینکه یخچالمون 4 درجه سانتیگراد باشه، 4 تا 7 درجه سانتیگراد باشه، مثلا یهو یخچال دماش 10 درجه باشه، یا مثلا چند ساعت بیرون از یخچال این شیر نگه داشته شده باشه، یا یخچال‌های سوپرمارکت‌ها خوب کار نکرده باشه، یا در مسیر انتقالش از کارخونه به سوپرمارکت شرایط اون انتقالش در سرمایه لازم صورت نگرفته باشه. پس همه اینها میتونه در عمر ماندگاری شیر پاستوریزه اثرگذار باشه. این از
خب دیگه در مورد چی براتون صحبت بکنم؟ یکی دیگه از دوستان پرسیده بودن که شیرو داغ نکنیم، اگه داغ بکنیم مواد مغذیش از دست میره. ببینید، این که میگیم که شیر رو داغ نکنید، منظورمون جوشوندنهای طولانی مدته. این که شما شیر محلی رو میگیرید 20 دقیقه نیم ساعت میجوشونید، اگر شیری رو میخوایم تست بکنیم ببینیم که فاسد شده یا نشده، یا اصطلاحاً قراره ببره نبره، ترش شده یا ترش نشده، حرارتش بدین، اشکالی نداره. وقتی به حد جوش رسید زیرشو خاموش بکنین. اگر که اون شیر نبرید شیر سالمه. اینجا لازمه که این کار رو بکنید. پس اینجا هیچ اشکالی نداره. شما دیگه اینجا نگران مواد مغذیش نباشید. اینجا میخوایم شیر رو نجات بدیم. ببینیم که تکلیفش چیه. حالا به خاطر چی حرارتش میدیم؟ چون وقتی که ممکنه که ببینید ممکنه که شیر توش اسید لاکتیک تولید شده باشه، اما این اسید لاکتیک قدرت کافی هنوز برای لخته کردن شیر نداشته باشه، چون مقدارش کمه. اما اگر ما یه هول دیگه بهش بدیم، یه گرمایی بهش بدیم، داغش بکنیم، این داغ کردن مکانیزم انعقاد حرارتی پروتئین شیر رو تسریع میکنه و باعث میشه که اون یه مقدار اسید لاکتیکی که توی شیر تشکیل شده با هول دادن این باعث انعقاد پروتئینه بشه و ما ببینیم مثلا شیر بریده. پس وقتی که میبینیم شیر رو حرارتش میدیم و هیچ انعقادی صورت نمیگیره، یعنی اینکه شیر ما سالمه و هیچ اتفاقی توش نیفتاده و میتونیم بخوریمش. خب و اما یکی دیگه هم پرسیده بود که شیر پاستوریزه و شیر فرادما و ESL چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ خب مشخصه، فقط توی فرایند حرارتی که اینها میبینن با هم دیگه تفاوت دارن و زمان ماندگاریشون. اصولا گفتیم توی شیر پاستوریزه فقط میکروب های بیماریزا از بین میرن، بقیه میکروب های غیر بیماریزا سر جای خودشون هستن. تاکید میکنم به خاطر همینه که باید توی یخچال نگهش داریم. توی شیر فرادما یا استریل تمام میکروب های موجود در اون شیر از بین میرن. نه تنها میکروب ها، که حتی اسپور، یعنی میکروبی که به حالت خواب هم هست بهش میگن اسپور، اسپور باکتری های احتمالی هم از بین میرن. پس هیچ خطری توی اون شیر وجود نداره. و از اونجایی هم که بسته‌بندیش هم بسته‌بندی خاصه، در شرایط خاصی هم بسته‌بندی میشه، راه نفوذ میکروبی هم نداره. پس این ماندگاری طولانی مدت داره بدون هیچ نگه دارنده ای. و شیر ESL چیه؟ شیر ESL هم چیزی بین این دوتاست. نه ماندگاری شیر فرادما رو داره، نه ماندگاری کم پاستوریزه رو داره. یه چیزی حدود 20 روز، یک ماه. اون دوستانی که توی کامنت ها هم نوشته بودن که مثلا ما شیره به فرضی برندی رو اسم برده بودن میگیریم 20 روز تاریخ انقضا داره، چطور ممکنه شیر پاستوریزه؟ اون شیر پاستوریزه نیست. روش رو به دقت مطالعه بکنید، بخونید روی برچسبش رو، میبینید نوشته شیر ESL نه پاستوریزه. و شیر ESL هم حتما باید توی یخچال نگهداری بشه، حتما، چون همه باکتریاش که نمردن که. و باز اونم همینطور، وقتی که دربش رو باز کردیم بیشتر از دو سه روز نباید توی یخچال نگهش داریم. اما شیر فرادما یا شیر استریل رو میتونیم مادامی که دربش رو باز نکرده باشیم 4 ماه یا 6 ماه، بسته به اینکه روی برچسبش چی نوشته شده باشه، حتی توی دمای معمولی هم نگهش داریم، لزومی اصلا به یخچال نداره. اما به محض اینکه درش باز کردیم دیگه باید توی یخچال باشه و بیشتر از دو سه روز هم مصرفش طول نکشه. این هم از این. ببینید در مورد این بحث شیر خشک که خیلی هم در موردش صحبت میکنید و فکر میکنید که این شیرا با شیر خشک درست میشه، آخه باید چرا باید این کار رو بکنن؟ میدونید برای درست کردن شیر خشک چه تجهیزات و چه تکنولوژی خاصی لازمه و چه هزینه بر هست تولید شیر خشک؟ چه لزومی داره که وقتی اینقدر فراوانی شیر وجود داره بیان شیر خشک رو با آب قاطی بکنن
شیر بازساخته تولید بکنن که این شیر بازساخته رو بدن مثلا به عرضه بکننش. چرا؟ فکر میکنید چرا باید اینطوری باشه؟ توی کشور ما که کم بوده شیری وجود نداره که بخوان همچین کاری بکنن. یه مقدار به اینا فکر کنیم. که شیر به صورتمون بزنیم چین و چروکا. ببینید قرار شد که الان در مورد چی صحبت بکنیم؟ شیر پاستوریزه. سوالات زیاده. خب در مورد برنج هم که سوال کردیم. انشالله اگر که این لایف ها همچنان ادامه پیدا بکنه روی پستایی که متعاقبا خواهیم داشت این صحبت ها رو خواهیم کرد و این صحبت ها رو خواهیم داشت. شما هم بخش کامنت ها رو مطالعه بکنید. اگر که باز سوال خاصی توی کامنت ها دیدید و سوال شما هم بود میتونید دایرکت بکنید برام بفرستید که بیشتر به اون سوال ها پرداخته بشه. سوالات زیاد بود ولی خب من سعی کردم که توی این فرصت کوتاه به چند تا از مهمترین و جالبترینشون اشاره ای داشته باشم. عرض احترام حضور آقای دکتر کیان مرز محترم. خیلی خوشحالم که در کنار ما هستید مثل همیشه. مرسی. دوستان اگر که سوال خاصی راجع به همین موضوع ندارید دیگه لایف رو تموم بکنیم. انشالله تا هفته آینده. البته هفته آینده روز پنجشنبه لایوی خواهیم داشت ولی نمیدونم که حالا بعد از اون لایف این لایف رو هم خودم تکی داشته باشم یا خیر. آقای دکتر کیان مرز پرسیدن چطور میشه شیر میکس شده با پروتئین رو در بیرون از یخچال نگهداری کرد؟ آقای دکتر اگر که شیر میکس شده با چیزی هست که مسلماً یعنی شیر دربش باز شده بیرون از یخچال اگر میخوایی نگهش دارین فقط مگه اینکه توی این فلاسکای خاص باشه که مدت زمان کوتاه در دمای مشخصی که بعضی از این فلاسکا هم هستن که دمای مشخص سرد و گرم دارن میتونید توی اونها فقط نگهش دارید وگرنه که هیچ اعتماد و اعتباری بهشون نیست. ممکنه هم که شما شیر رو بذارید بیرون و هیچ اتفاقی هم براش نیفته و شیر میکس شده با پروتئینتون هم باشه و ببینید تا ظهر تا بعد از ظهر هم هیچ تغییری درش اتفاق نیفتده، اما اصولا احتیاط بر اینه که این کار رو نکنیم و شیر بیرون از یخچال بیرون از دمای یخچالی نباشه، چون که هم در معرض آلودگی های بیرون قرار میگیره و هم اگر شیر از نوع استریل نبوده باشه که حتی اگر از نوع استریل هم باشه بعد از باز کردن دربش به طور اجتناب ناپذیری با باکتری های بیرون ارتباط پیدا میکنه و آلودگی پیدا میکنه و این میکروب ها هم بیشتر در دمای محیط قدرت فعالیت دارن و شیر هم ماده مغذیه حتما یه رشدی توش خواهند داشت. امیدوارم که لایو خوبی بوده باشه برای اولین بار و همچنان ادامه پیدا بکنه. اگر که دوست داشتید میتونید توی قسمت یعنی از طریق دایرکت بهم بگید که اگر حضور داشتید براتون مفید بوده و اگر ایده ای راجع به این لایو ها هم دارید خوشحال میشم که بهم بگید. خب شبتون بخیر باشه. بازم سپاسگزارم از حضورتون و انشالله تا لایو بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون.